سلام همگی امیدوارم حالتون خوب باشه سوال پرسیدن بخش مهمی از مکالمات روزانه ماست گاهی پیش میاد که ما از بقیه سوال میپرسیم و گاهی هم بقیه از ما سوال میپرسن حالا ساده ترین روشی که میتونیم به انگلیسی از دیگران سوال بپرسیم چیه به جلسه دهم آموزش گرامر انگلیسی از پایه به زبان ساده در سطح ایوان از کانال انگلیش ویو خوش اومدین. ما تو این درس یاد میگیریم چطوری به انگلیسی سوال بپرسیم. مصاحبه کاری یکی از جاهایی که توش های مختلفی پرسیده میشه. این مریه و امروز یه مصاحبه کاری داره. بیاین با هم ببینیم که تو این مصاحبه چه سوالهایی از مری پرسیده میشه و اون چطوری به این سوالها جواب میده. Good evening. Good evening. Are you Mary Smith? Yes, I am. I am Mary Smith. Are you Italian? Yes, I am. I am Italian. Are you twenty eight years old? No, I am not. I am not twenty eight years old. I am thirty. Are you single? No, I am not. I am not single. I am married and I have a son and a daughter. Is your son young? Yes, he is. He is young. He is only eight years old. Is he smart? No, he is not. He is not smart. Is he strong? Yes, he is. He is strong. And your daughter? Is she ten years old? No, she is not. She is not ten years old. Are they polite? Yes, they are. They are polite. Am I very serious? No, you are not. You are not very serious. Are we okay? Yes, we are. We are okay. همونطور که دیدین این یه مصاحبه کاری با کلی پرسش و پاسخ بود. تو زبان انگلیسی به این نوع سوال ها که مصاحبه کننده از مری پرسید سوال های بله خیر Yes, no questions یا سوال های بسته Closed questions میگن چون فقط دو تا پاسخ ممکن به این سوال وجود داره Yes یا No بچه ها yes no questions اولین نوع سوال هایی هستن که ما تو زبان انگلیسی یاد میگیریم. برای ساختن این نوع سوال ها باید چهار تا مرحله رو تو ذهنمون به سرعت طی کنیم. مرحله اول اول باید مشخص کنیم که دقیقا درباره چه شخص یا چه چیزی سوال داریم. درباره خودمون سوال داریم؟ I درباره یه عده ای از افراد سوال داریم؟ They از مخاطبمون که یک نفر هست سوال داریم؟ You درباره خودمون چند نفر سوال داریم؟ We درباره یه آقا سوال داریم؟ He از چند تا از مخاطبمون سوال داریم؟ You درباره یه خانوم سوال داریم she یا درباره یه شی یا یه موجود زنده سوال داریم it مرحله دوم وقتی مشخص کردیم درباره چه کسی یا چه چیزی سوال داریم فعل توبی که با اون زمیر آورده میشه رو سریع به ذهنمون میاریم آی همیشه با فعل ام میاد They همیشه با فعل آر میاد. You همیشه با فعل آر میاد. We هم همیشه با فعل آر میاد. He همیشه با فعل is میاد. You جمع همیشه با فعل آر میاد. شی همیشه با فعل ازمیاد. میاد و It هم همیشه با فعل ایز میاد. میرسیم به مرحله سوم. بچه مرحله سوم خیلی راحته. باید این دوتا کلمه یعنی فائل و فعلو تو ذهنمون با همدیگه جابجا کنیم تا جمله خبری ما تبدیل بشه به جمله پرسشی. I am تبدیل میشه به am I. They are تبدیل میشه به are they. you are تبدیل میشه به are you we are تبدیل میشه به are we he is تبدیل میشه به is he you are تبدیل میشه به are you she is تبدیل میشه به is she و it is هم تبدیل میشه به is مرحله چهارم که مرحله آخرم هست مرحله کامل کردن سوالمونه ما با بقیه جمله پرسشیمون مشخص میکنیم که سوال ما در مورد چه چیزیه حالا بیاین سوالایی که تو مصاحبه از مری پرسیده شد رو با طی کردن این چهار تا مرحله بررسی کنیم سوال اول این بود Are you Mary Smith? سؤال Are you Italian? Are you twenty-eight years old? Are you single? Is your son young? Is he smart? Is he strong? Is she 10 years old? Are they polite? Am I very serious? Are we okay? بچه ها تو همه ای این سوال ها همونطور که میبینین اول فعل to be رو داریم بعد سابجکت یعنی فائل که سوال از اون شخص یا درباره اون شخص یا اون چیزه و بعدم بقیه سوال جوابهایی که به سوال های yes, no, داده میشه دو بخشه. بخش اول short answer یا جواب کوتاهه. تو این بخش کسی که داره جواب سوالو میده مشخص میکنه که جوابش به اون سوال مثبت یا منفیه. Are you Mary Smith? Yes, I am. Are you Italian? Yes, I am. Are you 28 years old? No, I am not. Are you single? No, I am not. Is your son young? Yes, he is. Is he smart? No, he is not. Is he strong? Yes, he is. Is she ten years old? No, She is not. Are they polite? Yes, they are. Am I very serious? No, you are not. Are we okay? Yes, we are. Short answer یا جواب کوتاه وقتی که مثبت باشه چهار تا بخش داره. Yes, که نشون میده جواب ما به اون سوال بله هست کاما فائل و فعل وقتی هم که جواب ما منفی باشه شورت انسر پنج تا بخش داره نو no, که نشون میده جواب ما به اون سوال نه هست کاما فائل فعل و بعد هم نات که فعل رو منفی میکنه خب ما تا اینجا یاد گرفتیم که چطوری سوال های بله خیر بپرسیم و چطوری با جواب کوتاه به این سوالات جواب بدیم. مثلا وقتی یکی از ما میپرسه آیا شما متعهل هستین و ما جواب میدیم بله هستم این دقیقا همون سوال و جواب کوتاهیه که ما یاد گرفتیم به انگلیسی بسازیم. اما اگه ما به همه سوالایی که از همون پرسیده میشه جواب کوتاه بدیم یه جورایی غیر معدبانه و ناکافیه. این کار نشون میده که ما علاقهی به ادامه مکالمه نداریم یا نمیخوایم اطلاعات بدیم. بنابراین لازمه که یه جواب بلند یا کامل رو هم بعد از جواب کوتاهمون به کسی که ازمون سوال پرسیده بدیم. پس بریم سراغ long answer یا جواب بلند. Long answer در واقع یا میتونه تکرار کلمه هایی که تو سوال از ما پرسیده شده باشه یا اینکه به جای تکرار یه سری اطلاعات جدید و کاملتر در اختیار بذاره. مثلا این جوابا رو ببینین. Are you Mary Smith? Yes, I am. I am Mary Smith. این جواب دقیقا تکرار اطلاعاتیه که تو سوال از ما پرسیده شده. تو سوال کلمه های آر، یو، مری و اسمیت رو داریم و تو جواب بلندم کلمه های مری، سمیت، آی و ام رو داریم. در واقع تو جواب بلند ما هیچ اطلاعات دقیق تر و کامل تری دریافت نکردیم. سوال بعدی رو ببینین. Are you Italian? Yes, I am. I am Italian. این جوابم دقیقا تکرار اطلاعاتیه که تو سوال از ما پرسیده شده. Is he smart? No, he is not. He is not smart. Is he strong? Yes, he is. He is strong. Am I very serious? No, you are not. You are not very serious. Are they polite? Yes, they are. They are polite. Are we okay? Yes, we are. We are okay. Is she 10 years old? No, she is not. She is not 10 years old. همونطور طور که می‌بینین تو همه این long answers یا جواب‌های بلند مری کلمه هایی که تو سوال وجود داشت و تکرار کرده اما تو بعضی از جوابا اطلاعات بیشتر و کاملتری در اختیار گذاشته این جواب رو ببینین Are you 28 years old? No, I am not. I am not 28 years old. I am 30. تو این جواب ما short answer و long answer رو داریم بعدش یه جمله دیگه داریم که اطلاعاتو کامل کرده. به این نوع جواب میگیم complete answer یعنی جواب کامل. سوال بعدی Are you single? No, I am not. I am not single. I am married and I have a son and a daughter. بازم short answer و long answer رو داریم. بعدش هم complete answer که اطلاعات بیشتری رو در اختیار میذاره. و سوال آخر. Is your son young? Yes, he is. He is young. He is only 8 years old. اینجا هم یه جواب کوتاه و یه جواب بلند و بعدش هم یه جواب کامل داریم. تو این جدول میتونین ساختار کلی Yes No Questions، جواب کوتاه و جواب بلند رو ببینین. ما میتونیم جواب کوتاه رو در صورتی که منفی باشه مخفف کنیم. این مثالا رو ببینیم. Are you 28 years old? No, I'm not. اینجا چون جواب کوتاهمون منفیه، این اجازه رو داریم که I am رو به شکل I'm مخفف کنیم. Is he smart? No, he's not. یا نو هی ازنت اینجا هم جواب کوتاهمون منفیه حالا یا میتونیم هی از رو مخفف کنیم یا ایز نات رو هر دو حالت ممکنه و هیچ تفاوت معنایی ایجاد نمیکنه Is she 10 years old? No, she's not. Ya no, she isn't. اینجا هم یا میتونیم شی is رو مخفف کنیم یا is not رو. Am I very serious? No, you're not. No, you aren't. اما وقتی جواب کوتاه مثبته نمیتونیم جواب کوتاهمون رو مخفف کنیم. مثلا Are you Italian? Yes, I am. Is your son young? Yes, he is. پس جواب کوتاه مثبت نمیتونیم مخفف کنیم. حالا بر اساس نکته ای که گفتم به من بگین کدوم جواب برای هر سوال درسته. Is she a basketball player? Yes, she's. Yes, she is. جواب کوتاه مثبتون نمیتونیم مخفف کنیم. بنابراین جمله درست اینه Yes, she is. سوال بعدی Are they a family? Yes, they are. Yes, they are. جواب کوتاه مثبتون نمیتونیم مخفف کنیم. پس جواب درست اینه Yes they are Are you 29 Yes I'm Yes I am جواب درست اینه Yes I am ما اینجا 6 تا تصویر داریم که بر اساس اونها 6 تا سوال از شما پرسیده شده. لطفا دفترچه و خودکار داشته باشین. به این تصاویر نگاه کنین و هر کدوم از سوالها رو یک بار با دقت بخونین. بعد شورت انسر و لانگ انسر رو برای هر کدوم از سوالهای پرسیده شده بنویسین. هر کجا که تونستین، جوابها رو چه تو شورت انسر و چه تو قسمت لانگ انسر مخفف کنین. برای اینکه زمانتون کافی باشه لطفا همین الان ویدیو رو پاز کنین. ممنون که وقت گذاشتیم و تمرین رو انجام دادیم. بریم جواب تمرین رو ببینیم. Is it a cup of tea? Yes, it is. It's a cup of tea. Are they biscuits? Yes, they are. They are biscuits. Is she angry? No, she isn't. She isn't angry. این جوابو میتونین به این شکلا بگین. No, she isn't. she's not angry." "are they green?" "no, they aren't." "they aren't green?" "in java, brahman, and shake begin." "no, they aren't." "they're not green." "are we old?" "yes, we are." "we're old!" Is he at home? No, he isn't. He isn't at home. یا، No, he isn't. He not at home. به یه نکته دقت کنین. یه موقعی هست که سوالی که داریم میپرسیم درباره خودمونه. مثلا میگیم آیا من چاقم؟ آیا ما پیر هستیم؟ وقتی همچین سوالی رو میپرسیم این سوال میتونه از خودمون باشه و جوابش رو خودمون بدیم. مثلا بگیم بله من چاقم یا بله ما پیر هستیم که در اون صورت جوابمون رو با زمیره آی یا وی شروع میکنیم. یا اینکه این, این سوال میتونه از مخاطبمون باشه و ما نظر اون رو درباره خودمون بپرسیم. مثلا تو سوال Are we old که تو این صفحه میبینیم دو تا حالت وجود داره اگه این سوال رو خود این افراد از خودشون بپرسن جواب با وی شروع میشه. Are we old? Yes, we are. We are old. حالت دیگه که وجود داره و اونم درسته وقتی که این افراد این سوالو رو از مخاطبشون میپرسن. در این صورت مخاطب به اونا این جواب میده. Are we old? Yes, you are. You are old. بله شما پیر هستین. این نکته رو گفتم که تو ذهن داشته باشین و بدونین بر اساس شرایط جواب درست برای سوالی که با زمایر آی یا وی پرسیده میشه میتونه با زمیر یو هم باشه و این درسته. برای تمرین دوم ما چهار تا جمله در واقع چهار تا جواب داریم که میخواییم سوال هاشون رو بر اساس این جواب ها بسازیم. اول یک بار با دقت جواب ها رو بخونین و بعد مراحل ساختن yes no Questions رو که اول درس با هم یاد گرفتیم به یاد بیارین. حالا با توجه به اون مراحل و جوابایی که میبینین سوال ها رو بنویسین. برای انجام این تمرین هم لطفاً همین الان ویدیو رو پاز کنین. خیلی عالیه. بریم ببینیم شما چه سوالایی نوشتین. 1. Are you a painter? Yes, I am. I am a painter. Two. Is it a cat? Yes, it is. It's a cat. Three. Am I very tall? No, you aren't. You aren't very tall. Four. Is she 25 years old? Yes, she is. She's 25 years old. ممنون که تا آخر این درس همراه من بودین. امروز به یه گرامر بسیار مهم در سطح ایوان یعنی پرسیدن سوال پرداختیم. و چه سوال پرسیدن تو زبان انگلیسی یکی از مهمترین بخشای گرامر این زبانه و yes no questions ساده ترین نوع سوال های انگلیسی هستند. با دونستن این ساختار ما میتونیم به راحتی از دیگران سوال های مختلف بپرسیم و به سوال جواب بدیم. اینجا لازمه که من یه نکته ای رو توضیح بدم. بچه ها شما با یک بار دیدن هر درس چه گرامر، چه لغت و چه تلفظ طبیعتا نمیتونین همه یه نکته های اون درس رو به ذهنتون بسپرین. و وقتی که آخر درس ازتون میخوام جمله هاتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسین شما بدون هیچ مشکل و چالشی اونا رو بنویسین اصلا قرارم نیست که اینطوری باشه چون همه مباحث برای شما جدیدن و برای شما که تازه با اون مبحث آشنا شدین کاملا طبیعیه که نیاز حداقل چند بار هر درس رو ببینین تا هر دفعه متوجه نکته های بیشتری بشین مثلا در مورد گرامر همین درس که درباره ساختن سوال های بله خیر به انگلیسیه مطمئنم که لازمه حداقل یه بار دیگه این درس رو ببینین تا بعدش بتونین جمله هایی که ازتون میخوام و بنویسین پس برای هر درسی که احساس میکنین لازمه بیشتر زمان بذارین این کار رو حتما انجام بدین و حسابی صبر و حوصله داشته باشین که تو مسیر یادگیری انگلیسی خیلی بهشون احتیاج داریم حالا ازتون میخوام لطفاً با استفاده از گرامر این درس تو قسمت کامنت ها پنج تا سوال بنویسین. این سوال ها رو درباره خانواده یا دوستانتون بسازین و بعد به سوال هایی که ساختین جواب بدین. جواب های کوتاه و بلند به دو شکل مثبت و منفی.